لیلا امامی اولین و آخرین زن ایرانی بود که خودش رو در مجامع جهانی به عنوان همسر رئیس دولت ایران نشون داد و در تشریفات رسمی کاخ سفید و کاخ کرملین همراه دومین مقام ایران حاضر شد. هیچ کدوم از همسران نخست وزیران ایران، حتی فریده خواهر لیلا، همسر حسن علی منصور هم در تشریفات رسمی و سفرهای خارجی شوهرشون رو همراهی نمی کردند و در معرض دید افکار عمومی قرار نداشتن. لیلا 47 سال آخر عمرش رو در پاریس گذروند و از 12 سالگی در سالهای بعد از جنگ جهانی همراه پدرش نظام الدین امامی که کمیسر نفتی ایران در بریتانیا بود به لندن رفت. سالهای نوجوانی رو به تحصیل توی مدارس اونجا گذروند. مدتی هم در زمینه ادبیات انگلیسی تحصیلات جدیش رو ادامه داد. زبانای انگلیسی و فرانسه رو به روونی صحبت میکرد. مدتی هم به عنوان کتابدار موزه ملی بریتانیا کار کرده بود. لیلا اولین فرزند ملکه وثوق و نظام الدین امامی بود و همراه خواهر کوچکترش فریده سالهایی رو در پاریس و بروکسل گذروند. اونجا با صادق هدایت و شهید نورایی آشنا بود و مدتی هم در محفل ایرانیان مقیم پاریس دیده میشد. لیلا و فریده در یک زمان در سالهای اول دهه 30 با حسن علی منصور و امیر عباس هویدا دو تا دیپلمات ایرانی آشنا شدند. آشنایی فریده و حسن علی منصور به سرعت با پادرمیونی خانواده در تهران به ازدواج کشید. اما لیلا و امیر عباس تمایلی به زندگی مشترک نداشتند و با خصلت‌های روشنفکرانه ترجیح می‌دادند که مقید زندگی مشترک نشوند. گفته میشه یکی از دلایلی که لیلا تن به ازدواج به هویدا نمیداد، عشق اون به یک نویسنده آمریکایی بود که زمان اقامتش در اروپا همسایه اونها بود. هویدا هم البته به یک دختر بلژیکی که هم کلاسیش بود عشق میباخت. اما با گذشت روزگار، عبدالله انتظام رئیس شرکت نفت شد و حسن علی منصور و هویدا به عنوان نزدیکان او به تهران اومدند و در شرکت نفت به مدیریت رسیدند. حالا منصور و فریده بچه هایی داشتن و یک زندگی آروم و گرم و امیر عباس و لیلا هم روابط نزدیکی پیدا کرده بودند. زمانی که حسن علی منصور به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد، در کابینش امیر عباس هویدا وزیر دارایی و عملا نفر دوم بعد از او بود. مرداد سال 43 بود که منصور و همسرش به همراه لیلا و هویدا برای استراحت به شمال کشور رفتند و توی کاخ تابستانی فاطمه پهلوی تعطیلاتشون رو با هم گذروندن. پایان هفته وقتی با اتومبیلی که لیلا رانندگیش رو به عهده داشت راهی تهران شدن، تصادف شدیدی رخ داد و هر چهارتا راهی بیمارستان شدند. ساواک درباره این حادثه میگه که به نظر میرسه هنگام تصادف راننده یعنی لیلا امامی حالت غیرعادی داشته و به علت مستی هنگام رانندگی دچار سانحه شدن. در این حال اونو به عنوان رفیقه وزیر دارایی یاد میکنه. توی این حادثه پای هویدا شکست و تا پایان عمر نتونست اساسش کنار بذاره. در بهمن سال 43 حسن علی منصور که تنها یک سال از نخست وزیریش میگذشت در جلوی ساختمان مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی ترور شد. با این ترور فریده امامی جوان با دو تا فرزند بیوه شد. زنی افسرده و خشمگین. و امیر عباس هویدا به دستور شاه مأمور ادامه کار شد و نخست وزیر ایران شد. دوره 13 ساله‌ای که رکورد طولانی ترین نخست وزیری ایران را شکست. ترور منصور هویدا را بیشتر از قبل به خانواده امامی نزدیک کرد. لیلا هم بیشتر وقت خودش را در تهران کنار خواهر کوچکترش می‌گذروند و در این مدت دو بار هویدا از لیلا خواستگاری کرد. هر بار لیلا با تاکید به اینکه اهل ازدواج و بچه دار شدن نیستم اون رو رد کرد و دو سال بعد خودش به او پیشنهاد ازدواج داد که هویدا به سرعت پذیرفت. مراسم ازدواجشون بسیار ساده گرفته شد. توی ویلای کوچک هویدا که زمینش رو اتفاقا از لیلا خریده بود با تعداد کمی از دوست و فامیل. چند دقیقه بعد شاه و ملک فرح هم که در کاخ رامسر بودند حاضر شدند. لیلا امامی در مقام همسر دومین مقام کشور خیلی دور از دسترس می نمود. ترجیح می داد که گیلاسی در دست و سیگاری بر لب کتابی به فرانسه یا انگلیسی بخونه و خودش رو مقید به آداب و تشریفات نمی دونست. مشکلات از همینجا آغاز می شد چون که در مهمانی های دربار هویدا با عذرهای شبیه به این که لیلا بیمار بود
موضوع رو فیصله می داد. اما این موضوع از چشم مقامات درباری و رقیبان هویدا دور نبود. گزارش های ساواک نشون می ده که این سازمان از اولین روزهای این ازدواج بر مبنای منبع مطلع قصه هایی درباره خشونت و تندی لیلا امامی به ویژه هنگام مستی او می فرستادند. خاطرات امیر اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی و از مخالفان هویدا هم نشون می ده که او با پادشاه در خصوص این شایعات و غیبت ها سهیم بوده. نگهبانان نخست وزیری که با توجه به ترور منصور تعدادشون بیشتر از قبل شده بود و مراقبت مدام بر خانه هویدا داشتن از مسائلی بودند که لیلا نمیتونست اونها رو تحمل بکنه. لیلا با مشغول شدن به کار مورد علاقهش یعنی گلکاری و کشاورزی کمی آرامتر شد. او در یک گلخانه مجهز گلهای ارکیده پرورش میداد و گل ارکیده‌ای که همیشه روی کت هویدا قرار داشت از ابتکارات او بود. او اولین زنیه که در مقام همسر رئیس دولت عکس و مشخصاتش در نشریات ایرانی و خارجی منعکس شد و با همه کم تحملی این استعداد رو داشت که در دل میزبانان اروپایی و آمریکایی جا باز بکنه. در گزارشی که سال 46 سفارت آمریکا در ایران برای سفر هویدا به آمریکا تهیه کرده، در مورد لیلا امامی اینطور نوشته شده: او از نسل جدید زنان یک سر آزاد و غرب‌گرای ایرانیه. تیزهوش و فعال، اهل بحث و جدال، اراده استوار داره، پایبند سنت نیست. از اتفاقات جهان با اطلاعه و به سرعت نظرات قاطع پیدا میکنه. گاهی اهل جدل به نظر میاد. در این حال سخت عصبی و کم حوصله است. آداب و مناسک رسمی رو بر نمیتابه و از مهمانی ها و مراسم رسمی که در اون اتفاق خاصی نمیفته بیزاره. سیگار وینستون میکشه و مشروب مورد علاقهش ویسکیه. دی ماه سال 49 سفر غیر رسمی نخست وزیر به فرانسه آخرین سفری بود که در مقام زن و شوهر با لیلا اتفاق افتاد، چون در تابستان سال 50 که نخست وزیر محل اقامتش رو در غیاب لیلا تغییر داد و به آپارتمانی در بالای دفتر نخست وزیری نقل مکان کرد، متنی تایپ شده رو برای روزنامه ها فرستاد. متن با کسب اجازه از شاهنشاه هاریامهر متارکه لیلا امامی و امیر عباس هویدا رو اعلام میکرد. فردای اون روز روزنامه آیندگان به همراه همین خبر عکسی از هویدا رو چاپ کرد که برای اولین بار بدون ارکیده همیشگی دیده میشد. لیلا بعدها در مورد هویدا می گفت که امیر عباس هیچ وقت در زندگی هیچ بدی به من نکرد. و هویدا هم درباره لیلا گفته بود که او رئیس جمهور رو طلاق داد، نه من رو. در بحبوحه انقلاب تلفن‌های متعدد لیلا به کسانی از جمله فریدون هویدا، برادر کوچکتر امیر عباس، اونها را از خطر ماندن شوهر سابقش در ایران با خبر می کرد. اما هویدا که امید واهی به برگزاری یک دادگاه عادلانه داشت در ایران موند و صادق خلخالی دست به کار شد و در یک محاکمه سرپایی رو به اعدام محکوم کرد. لیلا تا پایان عمر در پاریس موند و هیچگاه ازدواج نکرد. فریده در سال 77 و لیلا 20 سال بعد در پاریس درگذشتند. در تمام این سالها نامی از لیلا امامی نبود تا روزی که هاشمی رفسنجانی در ویلای شخصی خودش در استخر دچار ایست قلبی شد. ویلایی که بعدها معلوم شد هدیه مادر لیلا امامی برای ازدواج او با هویدا بوده. ویلایی که هنوز هم قبضهای اون به اسم لیلا امامی صادر می شد. ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون می شم که نظراتتون رو درباره این ازدواج عجیب و جنجالی برای ما بنویسید.